هستین، حالتون خوب و سلامت باشه. من معراج موسوی هستم، با یک ویدیو جدید در خدمتتونم. امروز میخوام طرز تهیه کباب شیشلیک رو بهتون آموزش بدم. چیزی که راجع به کباب شیشلیک میتونم بهتون بگم این که این کباب از قسمت کمر گوسفند هستش و یک تیکه از دنده گوسفند و یک تیکه از گوشت فیله گوسفند هست که بسیار نرم و تورت هستش و خودتون همونطوری که میدونید این کباب یکی از به قول معروف معروفترین کباب های ایرانی هستش. من امروز میخوام یه مرینیت خیلی خوب براش بهتون آموزش بدم و بسیار بسیار خوب میشه با این مرینیت. تمام مراحل رو براتون فیلم برداری کردم، امیدوارم که از این ویدیو هم لذت ببرین. فقط قبل از اینکه وارد ویدیو بشین میخواستم بهتون بگم که حتما حتما با لایک و کامنت من رو همراهی کنید و اگر بار اولتونه که ویدیوهای من رو میبینید تا الان سابسکرایب نکردین، لطفا همین الان این کار رو انجام بدید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. با من تا انتهای این ویدیو همراه باشید. اینم از گوشتای شیشلیکمون و چربی که روی دنده وجود داره. بعضی از دوستان حالا از قصابیایی که میخرن کاملا پاک میکنن شیشلیکو، ولی اگر که روش چربی ها وجود داشت، با اینکه یکی از خوشمزه ترین نوع چربی گوسفندی هستش، اگر دوست نداشتین میتونید به این شکل اون رو از روی دنده بردارید. در این قسمت برای شیشلیک اولین کاری که انجام میشه، دو قاشق غذاخوری زعفرون بسیار غلیظ رو روش بریزید. با اضافه کردن زعفرون تو این مرحله هم رنگ بسیار زیبایی پیدا میکنه، هم طعمش کامل به خورد گوشت میره و کاملا احساس میشه. از اینجا به بعد یه مقدار مرینیتمون شبیه کباب چنجه میشه. یک دونه پیاز متوسط رو به صورت خلالی نازک خرد میکنیم. اسیدی که میخوایم استفاده بکنیم برای تورت کردن گوشت شیشلیک اسید پیاز هستش، بنابراین باید وقتی اینکه اضافه کردین یک قاشق چای خوری فلفل سیاه بهش اضافه کنید و بسیار خوب اونو چنگ بزنید تا کامل آب پیاز در بیاد. بعد از هم زدن چیزی که میخوایم اضافه بکنیم فلفل هست که میتونید از فلفل دلمه، فلفل کاپی، پاپریکا یا هر فلفل دیگه‌ای که مد نظر دارین استفاده کنید. تنها نکته‌ای که داره این قسمت اینه که قصدمون اینه یه مقداری از فلفلمون رو آبش رو بگیریم و میتونید از طریق یک هاونگ این کار رو انجام بدین. این کار باعث میشه که طعم کامل فلفل خارج بشه، به عمق گوشت نفوذ بکنه و بعضی از دوستان که شکایت میکنن از بویی که گوشت گوسفند میده، این کار اون مسئله رو حل میکنه. در ادامه یک قاشق چای خوری پول بیبر، نوک قاشق چای خوری آویشن، نصف قاشق چای خوری تخم گیشنیز که همینطور له میکنیم و یک قاشق چای خوری نمک رو به عنوان ادویه اضافه میکنیم. در اینجا یک قاشق پر ماست چکیده و سه قاشق غذاخوری روغن زیتون داریم در انتها. به خوبی مواد رو میکس بکنید. قبل از سلیفون کشیدن هوای گوشت رو بگیرید و به مدت 4 ساعت تا 24 ساعت گوشت رو بخوابونید. هرچی بیشتر داخل مواد بمونه بهتره. در این قسمت اگر احساس سفتی داخل گوشتتون میکنید، با استفاده از یک بیفتک کوب یا یک چکشی که سطح زیادی برای ضربه زدن داره گوشت رو به خوبی بکوبید. برای به سیخ کشیدن شیشلیک یه تیکه از گوشت داخلی دنده رو به این شکل سیخ رو ازش عبور بدین و در ادامه از گوشت راسته رد بکنید سیخ رو. به این شکل تعادل کامل شیشلیک روی سیخ کامل میشه. ببینید دوستان، این یک غذا و یک کباب لوکس و لاکچری هستش. اگر که میخواین برای کسی سرو بکنید یا داخل رستوران میخواین اونو درست کنید، باید تمام این چربی هایی که من روی گوشت گذاشتم رو از روش بگیرید تا حد امکان تا یک کباب بسیار زیبا بشه. ولی اگر برای خودتون میخواین استفاده کنید، چربی دنده یکی از خوشمزه ترین چربی هایی هستش که داخل کباب های ایرانی میتونید پیدا کنید. برای کباب کردن شیشلیک هم اینو بهتون بگم که آتیشتون باید یک حرارت متوسط داشته باشه، با سرعت متوسط اون رو باد بزنید. و میخوام یه نکته راجع به گوشت های کبابی قرمز بهتون بگم. به قول قصاب ها مال با مال فرق میکنه و بر اساس اینکه حیوان چه تغذیه ای داشته، همچنین سن حیوان و اون مکانی که اونجا نگهداری میشده و مقدار تحرکی که داشته، این فاکتورها همه کنار هم باعث میشن گوشت یک حیوان نرمتر یا سفتر باشه. حالا چاره چیه؟ کاری که من میتونم بهتون بگم برای اینکه گوشتتون سفت نشه بعد از کباب کردن،
قبل از هر مرینیتی با یک چاقوی کند اون رو ببرید. اگر سفت بود و مقاومت کرد، یعنی احتیاج داره یا بکوبینش یا بهش کیوی بزنید یا یکی از روش‌هایی که قبلا آموزش دادم، ولی اگر به خوبی بریده شد احتیاج به هیچ کدوم از اینها نداره. امیدوارم مفید بوده باشه. موفق و پیروز باشید.